همکارم بابک اسحاقی از تل‌آویو همراه ما هست. جزئیات بیشتر رو درباره گزارش‌های اخیری که منتشر شده از شما بشنویم. در ابتدا باید گفت که این تصمیم اگر در اتحادیه اروپا به تصویب برسه به درخواست ایالات متحده میتواند یک ضربه بزرگی بر پیکر سیاسی و سیستم مالی حزب الله باشه که بسیاری از پولهای حزب الله از طریق اروپا رد و بدل میشه. در حال حاضر آمریکا، بریتانیا، اسرائیل، کانادا، هلند، برخی از کشورهای امیرنشین خلیج فارس از مدت‌ها کلیت سازمان حزب الله را تروریستی اعلام کردن، اما اتحادیه اروپا در سال 2013 با آنکه شاخه نظامی حزب الله را تروریستی خواند اما با خودداری از تروریستی خواندن شاخه سیاسی این سازمان عملاً تداوم فعالیت حزب الله و هواداران حزب الله در خاک برخی از کشورهای اتحادیه اروپا را امکان پذیر کرد. ایالات متحده هم از سال 1997 حزب الله را در فهرست گروه‌های تروریستی خودش قرار داده. اما هم اکنون همانطوری که گفتیم کمیته روابط خارجی مجلس آمریکا از اتحادیه اروپا می‌خواد که گروه حزب الله را کاملاً جزء سازمان‌های تروریستی قرار بده. این قطعنامه قرار استش که در صحن مجلس همانطوری که گفتیم به رأی گذاشته بشه. همچنین این از ایالات متحده خواسته شده، از اتحادیه اروپا خواسته شده که برای مقابله با فعالیت‌های حزب الله هماهنگی‌های را با ایالات متحده انجام بده. همچنین در مصوبه جداگانه دیگری از دولت آمریکا خواسته شده که شبکه‌های مواد مخدر وابسته به حکومت بشار اسد در سوریه را از بین ببره. از جمله این مواد مخدر کاپتاگون هستش که یک ماده مخدر هستش که در لبنان به عنوان ماده مخدر جهادی نام برده میشه ازش. اما سپاس. در رابطه با حملات در آرژانتین در رابطه با حملات در آرژانتین بسیار مهم هستش که این نکته را هم بگوییم که همانطوری که در یدیوت اخرونوت گفتید، یکی از دلایلی که اسرائیل در دهه پیش به تاسیسات هسته‌ای ایران حمله نکرد هراس از واکنشی بود که همچنان که در آرژانتین به وجود اومد و دو بمبی که حدود 100 نفر کشته به جا گذاشت، یکی از دلایلی بود که اسرائیل به تاسیسات هسته‌ای ایران حمله نکرد. در این اسناد آمده استش که جمهوری اسلامی ایران رهبری این حملات را کاملا به عهده داشته و حتی در حمله دوم در ایمیا جامعه یهودی یا خانه جامعه یهودیان در آرژانتین هست و حدود 82 نفر در آن کشته شدند، حتی انتخاب هدف و سازماندهی اون تحت اختیار جمهوری اسلامی ایران بوده و در اون اطلاعات سپاه و اطلاعات جمهوری اسلامی ایران، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران با هم همکاری کرد و در این انفجارات با هم نقش داشتند. بله، متشکرم از توضیحاتت همکارم بابک اسحاقی که از تل‌آویو با ما بودیم.